حکومت آل خلیفه در بحرین از زمان روی کار آمدن تا کنون انواع اذیت آزار و ظلم ستم را علیه شیعیان اعمال کرده است حالا اما برخی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر با انتشار گزارش های مستند به محاکمه ناعادلانه کودکان شیعه بازداشت شده در بحرین پرداختند همکارم علی اکبری گزارش میدهد. گزارشگران سازمان ملل خواستار پاسخ حکومت بحرین به سوالات خود درباره سابقه و شرایط بازداشت کودکان زیر سن قانونی و نقض حقوق آنها شدند. سنهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد در 16 فوریه 2023 نامه‌ای به دولت بحرین ارسال کردند و در آن نگرانی خود را در مورد دستگیری چهار شهروند در اکتبر 2021 از جمله سه کودک و محاکمه های ناعادلانه آنها ابراز کردند که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بازداشت شدگان عبارتند از یوسف احمد حسن کازم، جعفر حبیب کازم، سید علی مکی حسن و حسین عرفات مکی نیسر. این نامه توسط گزارشگر ویژه درباره حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان و گزارشگر ویژه درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر ارسال شده و نگرانی خود را در مورد اتهاماتی که نقض فاحش حقوق بشر است ابراز کردند چهار نفر از بازداشت شدگان به جز کازم زیر سن قانونی بودند و دادگاه آنها را به طور قیابی به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت علیه عادیسازی با رژیم اشغالگر محاکمه کرد آنها در طول مدت تحقیقات از حق تعیین وکیل محروم شدند و این سه نفر که زیر سن قانونی مورد بازجویی قرار گرفتند بدون حضور سرپرست خود بودند و هم مورد بدرفتاری قرار گرفتند در سی یکم ماه می 2022 دادگاه آنها را به اجتماع غیر قانونی و داشتن مواد منفجره به حبس محکوم کرد آنها به یک سال زندان و 500 دینار بحرین جریمه نقدی محکوم شدند این سه گزارشگر از دولت بحرین خواستند اطلاعات و پاسخ به سوالات خود را درباره این چهار زندانی ارائه کند و نگرانی جدی خود را در مورد بازداشت خودسرانه این چهار شهروند از جمله سه کودک بدون صدور حکم بازداشت یا ذکر دلیل بازداشت اعلام کردند علی اکبری اخبار شیعه